پادکست سیاسی روز در ایران آزادی، تحلیل مهمترین مسائل روز. به پادکست تفسیر سیاسی روز گوش می‌دهیم. چگونه می‌توانیم در سالگرد قیام 1401 زمینه‌ساز خیزشی دیگر باشیم؟ در جریان قیام 1401 بارها و بارها این شعار را در دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها شنیدیم. این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه. به جز برخی وابستگان به حکومت، از باند اصلاحات کسی در درستی این شعار تردید نکرد، همانطور که کسی در درستی شعار قیام 96 یعنی اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا تردیدی نداشت. اکنون سوال اینه که آیا هنوز باور داریم که اون چه که در قیام 1401 آغاز شد شروع دگرگونی و فرایندیه که قابل بازگشت به گذشته نیست؟ آیا خیزش و قیامی که در 1401 آغاز شد مرده و خاکستر شده؟ اگر نمرده و خاکستر نشده، برای شروع دوباره اون باید چی کار کرد؟ چگونه و با چه اهرم‌هایی میتونیم در شعله قیام و انقلاب بدمیم؟ زمینه‌های خیزش و انقلاب. تمامی زمینه‌هایی که منجر به قیام 1401 شد نه تنها باقی است، بلکه به صورت حادتری در نارضایتی عمومی و اعتراضات و اعتصابات در حال گسترشه. یکم، شکاف بین مردم و حاکمیت عمیق‌تر شده و به معنای دقیق این پدیده اکنون تبدیل به یک گسست شده. بنابراین امکان بازسازی این ارتباط وجود نداره. رژیم ولایت فقیه خط قرمزهایی رو از نظر مردم رد کرده که دیگه امکان ترمیم اون وجود نداره. دوم، رژیم عملاً ثابت کرده که نه توان و نه اراده سر و سامان دادن به مسائل معیشتی و زیستی نزدیک به 90 میلیون ایرانی رو نداره. بخش بزرگی از این جمعیت، جمعیت جوان رو تحصیل کرده است که نه امکان کار و زندگی در این جامعه براش وجود داره و نه امید و چشم‌اندازی در این حاکمیت براش متصوره. سوم، مردم ایران وارث یک آرمان 120 ساله برای آزادی هند. انقلاب مشروطه و جنبش‌های 100 ساله اخیر ایران تا نهضت ملی دکتر مصدق و انقلاب 57 نمودهای برجسته این تلاش جمعی برای آزادی هند. بنابراین برای چنین مردمی که وارثان یک سنت مبارزاتی هستند، اصلا شکست معنا نداره. بنابراین اگر قیام 1601 به دلیل اقدامات انحرافی جریانات استعماری و شاهپرستان بیریشه منحرف شد، مسیر برای جنبش رادیکالتر و سازمان یافته هموارتر شده. چهارم، وجود یک آلترناتیو قدرتمند در صحنه داخلی ایران به صورت کانون شورشی و در عرصه بین‌المللی در قالب شورای ملی مقاومت راه رو بر بند و بستای استعماری و سرکوب تمام عیار قیام بسته و جنبش امکان زمینگیر شدن و خاموشی نداره. پنجم، بنابراین رژیم ولایت فقیه هرگز نمیتواند از جنبش و خروش یک قیام عمومی و رادیکال خودش رو خلاص کنه. دیکتاتوری ولایت فقیه هرگز نمیتواند خطر قیام و سرنگونی رو از خودش دور کنه. بنابراین مردم ما دلیل کافی برای ادامه قیام و به پیروزی رسوندن اون رو دارند. خامنه‌ای برای ممانعت از جرقه دوباره قیام چه دستاویزهایی داره؟ یکم، سرکوب اوریان، افزایش اعدام و شکنجه و کشتار زندانیان و بازداشت های گسترده همراه با قدرت نمایی های نخنما شده بخش اصلی استراتژی این رژیم رو تشکیل میده. دوم، نمایش و یا کاریکاتور اصلاح طلبی و چه دیگه از تلاش خامنه ایست که با کارت پزشکیان هر میزان که شده برای خود زمان بخره. دیکتاتور به خوبی میدونه که پزشکیان تاریخ مصرف کوتاهی داره و اونقدر وزن نداره که بتونه قیام رو پشت خودش نگه داره. اما خامنه‌ای تمام تلاش خودش رو میکنه که با این کارت چند ماه زمان برای بقای خودش بخره. امید درمانی و وعده‌های دروغین و
با فریبکاری برخی گشایش ها مثل برداشتن فیلترینگ یا برداشتن گشت های طرح نور و بازگرداندن برخی اساتید اخراجی به سرکار و بالاخره آزادی برخی فعالان سیاسی و مدنی بخشی از یک کارزار حساب شده برای در انتظار نگه داشتن جامعه هستش. سوم، داغ نگاه داشتن بحران منطقه‌ای برای انحراف افکار عمومی در پرداختن به مسائل اصلی جامعه بخش دیگری از سیاست بازدارندگی خامنه‌ایه. اما مسئولیت ما ایرانی ها در مقابل چنین وضعیتی چه باید کرد؟ آیا ما به عنوان آگاهان این جامعه و کسانی که باید نقش پیشتاز رو داشته باشیم حق داریم به انتظار بنشینیم؟ حق داریم منتظر بمونیم که حوادث خود به خودی اتفاق بیفتن؟ آیا باید منتظر تغییر سیاست جهانی باشیم؟ واقعیت اینه که اگر گذشته رو چراغ راه آینده بکنیم، یک حقیقت برای ما روشن میشه. نه در قیام دی 96 عنصر خارجی به کمک ما اومد و نه در تابستون 97 و نه در آبان 98 و نه در قیام بزرگ 1401. عامل خارجی همیشه پشت حوادث حرکت میکنه، تابعی از تعادل قوای بین ما و استبداد حاکمه. پس این ناخن ماست که باید پشت ما رو بخارونه. سالگرد قیام 1401 و به دنبال اون سالگرد قیام آبان 98 فرصت خوبی برای ماست تا تنین مرگ بر دیکتاتور رو در سراسر ایران به صدا در بیاریم. ما میتونیم به یاد 750 شهید قیام 1401 و 1400 شهید قیام آبان 98 ده ها و صد ها کانون نبرد در سراسر کشور علیه استبداد بسازیم. ما میتونیم مثل کانون های شورشی فانوس راه دیگران باشیم. رژیم تلاش داره با بازداشت های گسترده و با فعالیت سایبری و تهدیدات سایبری ما رو زمینگیر کنه، اما ما باید این تاکتیک حکومت رو روی سرش خراب کنیم. کانونهای شورشی یک روش و آیین عملی برای ادامه مبارزه در اختیار ما میگذارن. اگر مبارزه به هر قیمت رو انتخاب کنیم، مسیر پیش پامون رو گشوده خواهیم یافت. این قانون خدشه‌ناپذیر مبارزه است.